اما همزمان با تلاش‌های آمریکا و متحدان اروپایی اون برای وارد کردن حکومت ایران، وادار کردن حکومت ایران به شفاف‌سازی در مورد برنامه هسته‌ایش و درخواست مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از تهران برای تغییر رفتار، احترام به حقوق بشر و پایان دادن به بازداشت شهروندان اروپایی و اجرای سریع توافق حاصل شده با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، یه سناتور ارشد جمهوری‌خواه در گفتگو با شهلا آراسته خبرنگار صدای آمریکا جمهوری اسلامی رو یک حکومت غیر قابل اعتماد خونده. ما طی دولت اوباما تجربه کردیم که آمریکا به معنای واقعی کلمه یک هواپیمای پر از پول نقد بیش از 150 میلیارد دلار را بر اساس یک توافقنامه ناقص برای ایران فرستاد. چون شما نمیتوانید با دولتی توافق کنید که نمیتوانید به آن اعتماد کنید و ایران قابل اعتماد نیست. آنها مینشینند و از تمایل ما برای کاهش تنش سوء استفاده میکنند و به فعالیت‌های پلیدشان چه آشکارا و چه پنهان ادامه میدهند. و به همین دلیل است که به نظر من رستگاری برای مردم ایران تنها در یک حکومت جدید خواهد بود. سناتور تام تیتلیس در مورد تعلل متحدان اروپایی آمریکا برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا هم اینطور ابراز نظر کرد. من معتقدم که آنها حکومتی حامی ترور هستند و ما باید از دوستانمان در کشورهای دموکراتیک بخواهیم که این را تشخیص داده و گام‌های لازم را برای تحت فشار قرار دادن حکومت تهران بردارند. ممکن است کمی مشکل باشد و مردم ایران با چالش‌های اقتصادی روبرو شوند، اما سختی که آنها متحمل می‌شوند بسیار ناچیزتر از دردی است که هر روز تجربه می‌کنند.